سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و سرحال و شاد نشسته باشید پای این ویدیو، چون میخوایم با همدیگه یک تمرین خیلی ساده اما مهم حل بکنیم از مبحث مقاومت های سری و موازی. و من اتفاقا میخوام این تمرین رو همین الان عدداش رو خودم برای خودم تولید بکنم که خیلی قشنگ با هم پیش بریم. فرض کنید یک همچین مداری داریم که یک باتری اینجا، باتری V مثلا 12 ولت میاد متصل میشه به یک مقاومت R1، بعد متصل میشه به یک مقاومت R2، بعد اون مقاومت R2 میره و متصل میشه به یک همچین مجموعه ای از مقاومت ها، مثلا R3 و R4، و بعد این مجموعه میاد دوباره متصل میشه به R5 و اینها اینجوری میان وصل میشن به سر منفی باتری. و فرض کنید اندازه R1 هست 2 اوم، اندازه R2 هست مثلا 4 اوم، اندازه R3 هست مثلا 6 اوم، اندازه R4 هست 3 اوم، و اندازه R5 هم هست همون 5 اوم، مثلا عدد خودش. خب چیزی که میخواییم به دست بیاریم اول از همه جریان همه مقاومت هاست، یعنی من میخوام ببینم از هر مقاومت چه جریانی عبور میکنه، و دوم من میخوام ببینم که مقاومت معادل مدار چی هست. خب خیلی هم خوب، البته من اینجا در نوشتن این دوتا یه خورده احتمالا دارم شما رو فریب میدم، چون شما برای پیدا کردن جریان مقاومت احتمالا راحت ترید که اول مقاومت معادل رو حساب بکنید. خب حالا بیاید ببینیم اصلا در این مدار داره چه اتفاقی میافته. ببینید این جهت قراردادی جریان میشه، چون این سر مثبت باتری و این سر منفی، و الکترون ها از سر منفی میرن به سر مثبت، بنابراین میشه جهت قراردادی جریان. پس در مرحله اول شما جهت قراردادی جریان رو پیدا میکنید و اسمش رو میذارید آی. پس این مرحله اول. بعد میبینید که این آی میاد حرکت میکنه، یک خیابونیه که اینجا میاد برمیخوره به یک سری دستانداز اول رو رد میکنه، میرسه به دستانداز دوم، اونو هم رد میکنه، میرسه به این نقطه. این نقطه همونجوری که جلسه قبل دیدیم نقطه ای که مقاومت آی، یعنی این خیابون ما در حقیقت دو تیکه میشه، و بنابراین بعضی از ماشینا از اینجا میرن، بعضی از ماشینا از اینجا میرن. اسم اینو میذاریم آی 3، چون این مقاومت 3، و اسم اینو میذاریم آی 4، چون این مقاومت R4. یعنی ما تا اینجا همون جریان آی رو داریم، اما اینجا جریان آی دو تیکه میشه، یه عده میرن شاخه بالا، یه عده میرن شاخه پایین. حالا بیایید پیگیری کنیم. این آیسه در این شاخه حرکت میکنه، میاد اینجا وارد این شاخه میشه، و این آی 4 هم مستقیم میره و اینجا وارد این شاخه میشه. پس این هنوز آیسه است، آیسه، این هم هنوز آی 4ه، و بنابراین این جریان برابر آیسه به علاوه آی 4 است که دقیقا همون آی ماست، و بنابراین این جریانی که اینجا وارد شده اینجا هم ادامه پیدا میکنه. باز هم تکرار میکنم برای اینکه اینو یادتون باشه، قشنگ مثال خیابون رو یادتون بیاد. ما الان اینجا یه خیابون داریم که این خیابون یه کوچه این بالا داره و یه شاخه مستقیم، بعضی ماشینا از بالا میرن، بعضی ماشینا میان اینجا، و بعد در ادامه این خیابون تعداد ماشینایی که اینجا هستن و اونایی که اون اول بودن برابره، و این جریان میاد و برمیگرده به باتری. پس این داستانیه که الان داره در مدار ما رخ میده. خب ما الان تقریبا مسئله رو حل کردیم، چون تونستیم خیلی خوب بفهمیمش. حالا دیگه شما خیلی راحت میتونید مقاومت معادل این مدار رو پیدا کنید. چجوری؟ ببینید اول از همه بیاید از این همین دوتای اول شروع بکنیم. خب مقاومت های هن که یک جریان ثابت ازشون میگذره. خب یعنی جریان یکسان در حقیقت ازشون میگذره. خب الان این R1 من و این R2 من یک جریان آی داره ازشون میگذره، بنابراین اینها با هم سری هستن، و من میتونم این دوتا رو بردارم و به جاشون یک مقاومت معادل بذارم که اندازش، چون این دوتا سری هستن، هست 4 به علاوه 2 مساویه 6. درسته؟ پس مدار من در مرحله اول ساده سازی تبدیل میشه به این مدار.
خب من به بقیه مدار دست نمیزنم، فقط این میشه 6، بقیه دیگه ثابته. این 6 بود، این 3 بود، اینم 5 بود. درسته. خب حالا همون جوری که حتما تا الان متوجه شدید، این دوتا مقاومت هم با هم یه نسبتی دارن. چه نسبتی دارن؟ مقاومت های موازی. ما یادمون هست که اختلاف پتانسیل یکسانی دو سرشون بود، یعنی هر دو سرشون به یک نقطه وصل می شد. سر سمت راست این دوتا میرسه به این نقطه، سر سمت چپشون به این نقطه، و بنابراین این دوتا موازی هستن. و طبق مقاومت معادله موازی ما میدونیم که 1 به آر تی موازی برابر هست با 1 به آر 1 به علاوه 1 به آر 2. در نتیجه مقاومت معادل این دو مقاومت موازی که من اونجا دارم 1 به آر تی مساوی میشه با 1/6 به علاوه 1/3 مساوی میشه با این میشه 2/6 3/6، یعنی 1/2. بنابراین آر تی من مساوی میشه با 2، یعنی من میتونم این دوتا رو بردارم و به جاشون یک مقاومت دوتایی بذارم، 2 اوهمی بذارم. و همونجوری که دقت میکنید مقاومت آر تی من هم از آر 3 هم از آر 4 کمتره، چون مجموعه دو خیابون موازی از هر کدوم از یک خیابون راحت تر میتونن ماشین ها ازش عبور بکنن یا الکترون ها. خب پس این هم شد مرحله دوم ساده سازی مدار. این 6ه، این 2ه، و این هم من یه خورده سفر رو بزرگ کردم، و این هم همون 5ه که قبلا داشتیم. و بنابراین این مجموعه همون جوری که شما حتما میدونید مجموعه 3 مقاومت سری هست، چون ازشون داره یک جریان یکسان عبور میکنه و در نهایت مدار من این شکلی میشه، یعنی یک مقاومت آرتی نهایی که برابر هست با 6 به علاوه 2 به علاوه 5، یعنی 13 اوم. درسته؟ خب خیلی هم خوب. البته عددی که من در نهایت بهش رسیدم، چون این عددها رو خودم ساخته بودم، عدد قشنگی نیست، یعنی 13 اوم و این باتری 12 ولتی عددهای خوبی به ما نخواهند داد، اما به هر حال میتونیم پیش بریم با همین وضعیت. این جریان، جریانی که از کل مدار داره میگذره، دقیقا همین جریانی هست که از این مدار مقاومت معادل میگذره، چون تعریف مقاومت معادل دقیقا همین هست که جریانی که از اون میگذره برابر با جریان اصلی مدار باشه. بنابراین این جریان برابر میشه با طبق قانون اوم V تقسیم بر R، یعنی 12 تقسیم بر 13 آمپر. پس من این جریان رو به دست آوردم و این جریان دقیقاً برابر هست با جریان مقاومت اول، مقاومت دوم و مقاومت پنجم. یعنی این ستا همشون جریانشون همین آیی هست که 12-13 آمپره. خب بذارید من یه تغییری بدم. بیایید فرض کنیم این ولتاش هست 13 ولت. فرقی که نداره که داریم مثال حل میکنیم. در این صورت این جریان میشه 13-13 یعنی 1 آمپر. خود عددامون روندتر میشه، کار باهاش راحت. خب خیلی هم خوب، ما الان تونستیم جریان سه مقاومت رو حساب کنیم. میمونه این مقاومت R3 و این مقاومت R4. پس بذارید من یه خورده این مثلا اینجا رو تمیز بکنم که بتونیم یه خورده جا داشته باشیم. خب حالا جریانی که از مقاومت R3 و R4 میگذره رو ما چجوری میتونیم حساب کنیم؟ برای حساب کردن این جریان خیلی راه‌های زیادی هست، حالا به مرور با هم دیگه تمرین خواهیم کرد. من میخوام فقط فعلا از یک راهش که همون روش مقاومت معادل باشه استفاده بکنم. خب ببینید این مقاومت 2 اوهمی معادل این دوتاست. خب بنابراین اختلاف پتانسیل دو سرش دقیقا برابر با اختلاف پتانسیل دو سر این مجموعه است. خب حالا من این آیا که میدونم هست 1 آمپر و این آی میاد از این مقاومت 2 اوهمی که معادل هست رد میشه و میره برمیگرده به داخل باتری و اینجا جریان شکل میگیره. بنابراین اختلاف پتانسیل دو سر این مقاومت 2 اوهمی من طبق قانون اوهم برابر میشه با R ضرب در آی، یعنی 2 ضرب در 1 یعنی 2 ولت. خب
یعنی اختلاف پتانسیل دو سر یک مقاومت دو اوهمی که جریان یک آمپری ازش عبور میکنه رو من میتونم به دست بیارم که میشه 2 ولت. بنابراین اختلاف پتانسیل دو سر این مقاومت های من اینجا هم دقیقا همون 2 ولت خواهد بود، یعنی این اختلاف پتانسیل میشه 2 ولت، درسته؟ خب الان من میدونم که این اختلاف پتانسیل این دو نقطه 2 ولته، یعنی همین دو نقطه و هم این دو نقطه، یعنی دو سر مجموعه موازی من 2 ولت ولتاژ افتاده. بنابراین باز هم طبق قانون اوهم جریانی که مثلا از مقاومت 3 عبور میکنه برابر هست با V دو سرش تقسیم بر R3 یعنی 2 ولت تقسیم بر 6 یعنی 1/3 آمپر، و جریانی که از مقاومت I4 عبور میکنه میشه 2 ولت یعنی ولتاژ دو سرش تقسیم بر 3 یعنی مقاومتش یعنی 2/3 آمپر. و حالا ما میتونیم یه چیزی رو چک بکنیم. چی رو؟ که من ببینم I3 به علاوه I4 آیا طبق پیش بینیم برابر این آی کل هست یا نه. I3 به علاوه I4 میشه 1/3 به علاوه 2/3 یعنی 1 آمپر که دقیقاً برابر با جریان کلی مداره. پس دیدیم که جریان وقتی میرسه اینجا 1/3 میره بالا، 2/3 از این مسیر پایین حرکت میکنه و بعد دوباره اینجا این دوتا به هم میپیوندن. و یک نکته خیلی جالب که من دوست دارم شما حتما بهش توجه بکنید اینه که این مقاومت 6 اوهم بود بالایی R3 و این مقاومت، بیایید من روی این شکل بگم، این 6 بود و این 3 و جریانی که از این مقاومت 6 اوهمی عبور کرد 1/3 بود و جریانی که از این مقاومت 3 اوهمی عبور کرد 2/3، یعنی دقیقاً 2 برابر. و این چیزیه که ما همیشه داریم، یعنی وقتی که جریان ببخشید وقتی که مقاومت 2 برابر میشه، این 3 شده 6، جریان نصف میشه و این چیزی نیست جز قانون اوهم دیگه، چون V هست R I. چون ولتاژ این دو سر ثابته، وقتی که این ولتاژ ثابته بنابراین وقتی مقاومت 2 برابر میشه I باید نصف بشه که حاصل ضربشون برابر بشه. خب خیلی هم خوب، پس ما تونستیم الان جریان عبوری از همه مقاومت ها و مقاومت معادل این مدار رو حساب بکنیم. در کلاس درس بعد میبینمتون. خداحافظ.